نام برداریم و در رابطه با انقلاب و جهاد مظلوم افغانستان که ما در آستانه 26 تن اخراج نیروهای شوروی سابق که بزرگترین قدرت خارجی را اینها به شکست مواجه کردن، انشاءالله یک تفکیک واقع بینانه داشته باشیم و بتوانیم حداقل یاد و خاطره کسانی که در این مسیر جان دادن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، خدمت کردن، یاد و خاطره اینها را زنده نگه داریم. با عرض و معذرت همین مقداری که خیلی فشرده و با عجله صحبت کردم و حق کسانی که یاد بودی ازش صورت گرفته بیشتر از این بود، مخصوصا در رابطه با جهاد مردم مسلمان افغانستان، همین مقدار خیلی هم شتاب داره و عجله صحبت کردم، انشاءالله امورم قبول قرار بگیرد اگر یک فرصت دیگری پیش آمد و در یک زمان موسع‌تر ممکن آدم بیشتر در این رابطه تحلیل و ارزیابی خود را داشته باشد که چه عوامل باعث شد که متاسفانه ما به اینجا برسیم که اون همه افتخارات گذشته ما به فراموشی سپرده شود. یاد از ابی عبدالله حسین علیه السلام، یکی از الفاظ ابی عبدالله حسین علیه السلام از شان این جمله در بسیار از روایات کتب تاریخی و زیارت نامه ها در رابطه با ابو عبدالله حسین آمده که این مصیبت به نام مصیبت عطشان است. یکی از الفاظ ابو عبدالله حسین علیه السلام هم عطشان است. از جمله امام محمد باقر علیه السلام می فرماید ان جدی الحسین قتل مظلوما مکروبا عطشان. شیخ عبدالزهرا کعبی از وعاظ کربلا و اهل منبر کربلا بود، او نقل میکنه میگه روز وارد صحن امام حسین علیه السلام شدم، دیدم یک شخص کتابها را پهن کرده در مقابل یک از ایوانهای حرم. وقتی چشمش رو من افتاد صدا کرد که فلانی کتابی دارم که در بردارنده اشعار است، قیمت این کتاب هم یکی یک بار شعرش رو برای بخوانید. شیخ عبدالزهرا کعبی میگوید وقتی من رفتم این کتاب را دیدم، گرفتم دیدم قصیده را ابن ارندس هلی. مدت ها در جستجوی این قصیده بودم، گویا گم شده ام را پیدا کردم، گرفتم شروع کردم و خواندم. در مقابل ایوان طلایی ابی عبدالله حسین علیه السلام استاده شدم، وقتی به این شعر رسیدم یقتل غمانا حسین بکربلا و فی کل عضو من انامیله بعد، دیدم یک سید ملبس به لباس اهل علم در کنار استاده. وقتی من این ابیات رو میخوانم چنان گریه میکند مثل زن جوان مرده. گفت اشعار رو خواندم تمام شد. وقتی این آغاز نظرم پنهان شد به هر طرف نگاه کردم او را نیافتم و بعدش متوجه شدم که این آقا امام زمان علیه السلام بوده، علامه امینی رحمت الله علیه. در جلد هفتم الغدیر داره میگه که هر کس قصیده را نعرنده سهلی را بخواند که در بین اصحاب امامیه معروف است. امام زمان در اون جلسه تشریف فرما میشود. عرض کنیم آقا جان قصیده را این ارنده سهلی که اشاره به مصیبت عطش جد جد ابی عبدالله دارد، سوابش را نثار میکنی به ارواحی اما گذشتگان، مخصوصا کسانی که این محفل و این ختم قرآن به یاد بودش برگزار گردیدند. یک گوشی چشم به این مجلس ما هم بفرما. یقتل زمانا حسین بکربلا یا